هویت یهودی در این 3300 سال از طریق یهودی ستیزی می آمد و منسجم می شد. آنچه که می آمدن اهل کتاب در 1400 سال آنان رو خواندند، آنها رو در یک انسجام و یک هویتی ایجاد کرده بود که در گتوها باید باشن، از گتوها نمیتونن خارج شن. همینطور که در 2000 سال اخیر با صلیبیون که روی کار آمده بودند یا رومن کاتولیکس به دنبال آن بودند که یهودیان رو از آیین شهروندی به دور بدانه، همینطور که در بین اسلامیون مقررات عمر بوده که میبایسته بر روی خودشون بر حال یک آنچه در بر روی جامعه خودشون بیان و یک تلایت صحوب رو بذارن، یعنی وصله جودی بهش میگفتن که زرد بوده، رو که در جنگ جهانی دوم نیست ما اون رو میابیم. و هویت یهودی در دورانی بعد از قرون وسطا که به ادراک رسید، به بلوغ فکری رسید، به اینی که آزاداندیشی رسید و اینی که از گتوها یهودیان بیرون بیان، اون انحصار هویت یهودی پیامدهای عمده ای رو میتونست داشته باشه، و اینی که به عنوان یک قوم برگزیده همش زیر سوال بودن. حالا در این 2000 سال دوران صلیبیون یا دوران اسلامیون 1400 سال، آن انسانگرایی، آن برابری، برادری، منشأ آزادی یهود و آزادی بخشی یهود که در دوران کوروش بزرگ به عنوان تنها مسیحای یهود در عزرا و نحمیا دیوری امی از او یاد برده شده، به عنوان یک قوم و ملیتی که برای خودش سرزمین موعودی و 3300 سال پیش داشته که 2000 سال پیش به تبعید رفته و 75 سالی که به 100 سال یا 75 سالی که به سرزمین خودش بازگشته و هویت خودش رو جستجو میکنه، از قومی که به عنوان قوم برگزیده خود رو میخوانه از نظر مسئولیت پذیری، به اینی که چگونه میتونه بیاد و از نظر علمگرایی، از نظر خردورزی، از نظر انسانگرایی چه محتوا و مفهومی رو به زندگانی فلسفه زندگانی امروزه میبخشه، که از یک طرف به خاطری که در غربت بودی به یهودیان آنچه به عنوان نه فقط فریضه مذهبی، به عنوان فردی که به خاطری که در غربت بودی و دیدید که در مصر چگونه غریب ستیزی میکنن و بیگانه ستیزی میکنن، تو باید بر این باشی که بیگانه رو بیای و پذیرا باشید و به جای ستیز که فرهنگای دیگر اون رو پیش خودشون قرار داده بودن، به گونه با اون رفتار بکنی که به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن مرد بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی با او روبرو بشید. از این انحصار هویت یهودی وقتی که ما بیرون میایم، قومی که به هر حال در دوران پیشا مدرن بود، در دوران مدرن به دنبال آن هستش که ملیت خودش رو با اسرائیلیت خودش همه متناسب ندونه، و وقتی دولت اسرائیل آمد و تأسیس شد، بلکه به دنبال آن باشه که هویت خودش رو در آلمانی بودن و با کیش یهود و موسی بیاد و تعریف بکنه. و آنانی که فرانسوی بودند، حالا بگذاریم از دوره درایفوس و اتهاماتی که به اون زده شد و باعث این شد که بیاد و هرتل بیش از 100 سال پیش بیاد و کنفرانسی رو و همایشی رو از یکایک کشورهای که در اون یهودیان بودن به خاطر پوگروم هایی که در اون بود و فجایعی که در اونجا گذشته بود و غیر و اینها، قبل از جنگ جهانی اول و دوم بتونه تعریفی دیگر از این هویت یهودی داشته باشه، به عنوان یک ملیت با پرچم خودش که همونطور که بیش از 3000 سال پیش دارای
آنچه که ما مگن داوید میگیم، یعنی سپر داوود خوانده میشه، و اینی که پرچم به خودش رو چگونه تعریف کنه، هویت خودش رو تعریف کنه. اگر بر این بودن که فرانسوی در بیرون، مندلسون میگفت در بیرون فرانسوی باش یا هر شهروندی باش مثل دیگران رفتار کن، در روم مثل رومیان باش، در خانه خودت یهودی باش، فرایض مذهبی رو بیا انجام بده، با یک نامتناسبی روبرو شده بودن که از نظر قومیت خودشون میبایست بیان و پویا باشن، و از طرف دیگه از نظر ملیت خودشون یک جهانبینی جهان شمولی رو داشته باشن که عضوی از جهانیان هستند، و علم گرایی و خرد ورزی در آس زبان آنان هست به جای زبان عبری و زبان نیاکان خودشون.